در بخش گم شده امروز مهمان های ما عتیق الله حفیظی هست و خانم عادله، مادری که تقریبا 18 سال میشه پسر خودشون را گم کردن. دعوتشان کردیم و میخواییم که قصه گم شدن پسرشان را با ما شریک بسازن تا بتونیم که در پیدا کردن پسرشان با خانم عادله همکاری و کمک داشته باشیم. سلام مادر جان، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. بسیار خوش آمدین خانم عادله. عتیق جان خوش آمدی، صبح بخیر. صبح شما بخیر. خوبستم. میخواییم روایت داستان گم شدن نقیبالا جان از زبان شما مادر جان بشنوید. نقیب 7 ساله بود که گم شد. من پشت دروازه آمده گمه که یک کاکا یک پتاقی داده. ما متوجه نشدیم، آمد کل فامیل خانه سعی کردیره. ایره سعی کرد دیگه بچه ها ساعت 1 بجه بود که برامد. نان خورد برامد. برامد دیگه نفهمیدیم کجا شد. 18 سال شد. چند ساله بود که گم شد؟ 7 ساله بوده. پشت دروازه رفت؟ بله. باز پس آمد داخل خانه؟ یک دفعه آمد یک پتاقی را آورده، گفتی یک کاکا داده. خو دیگه نفهمیدیم، دیگه مورا کل ما سعی کردیم دیگه نفهمیدیم که بچه چی شد. برامد. هم پتاقی را دیدین؟ بله هم پتاقی را دیدیم، بچه برامد. مرا گفته که چی شد، بیا پتاقی شد میتونم تا چی شد میتونم تا گفت برامد. دیگه دیگه 4 بجه گفتیم باش کجا شده، سعی کردیم که بچه نیست دیگه. بله عتیق جان خودتان وقت دو ما دا بغلم خورد بدیم دیگه، خب ملاقات زیاد نداشتیم، خواست مادرم بیای ملاقات زیاد بده. که قصه‌ای که برات میکنن در خانه مادر جان و دیگر از نقیب برادر چی قصه میکنن؟ همین قصه رو کده بود که از خورترکی اصلا 7 سال گم شده بود از پشت دروازه. دیگه تقریبا 15 سال شد دیستر درکش معلوم نیست. جایی را گشتین مادر جان که؟ بله وقت طالبا بود، 2 ماه طالبا شده بود از آمدنش. 2 ماه شده بود که یک بچه گم شد. دیگه خونه اعلان بود، نه تلویزیون بود، هیچ چیز نبود. غیر چادری در سر می خانه بود، پدر از این می گشت خلاص دیگه. زیادتر پیش ملا و سعید رفتیم. بله. چی گفتن؟ باز همسایا چیزی نه گفتن؟ نه همسایا که گفت که موتر صدایش آمد. دیگه نفهمیدیم تو در مستاد برآمدی که بچه ایم کجاست. خلاص دیگه. همراه نقیب با نادله کس دیگه بود در کوچه از بچه هایی؟ هیچ کس نبوده. دیگه نمیفهمیدم کوچه است دیگه. بله. من هیچی را بیرون نمیماندم. همون روز یک میمان داشتیم، این بچه بیرون شده بود دیگه. بله. اگر هیچ بیرون نمیماندم شما اونجا قرار در خانه باور داری که دروازه رو قلف میکردم. تو باش که بچه ایم نبراید. گپ خراب یاد نگیره، تربیه خراب نگیره. مگم این بچه برآمده بود. هیچ کس ندیده بودش؟ هیچ کس ندیده بود. فقط هم موتر دیده بودن اونجا؟ موتر هم ندیده بود. گفت صدای موتر آمد، ده دقیقه بعد شما برآمدید که نقیب کجاست. خب او وقت امکانات قدر نبود که شما پشت بچه تان بگردین، اما در طول چند سال، این تقریبا بیشتر از 15 سال میشه، امکانات هر روز زیادتر شده رفت. آیا این زمان در این سالهای آخر جای رفتین، گشتین، پیدایش کردین؟ نه، پدر کسی قصه کردین؟ چی کارا کردین در این سالهای آخر؟ دیگه هیچ چیز نکردیم دیگه، اونم پیش ملا و سعید زیاد رفتیم. میگم پدرش رفت تا لاهور رفت، گفت پاکستان است، ملا گفته بود در خیرخانه است، گاهی میگفتند در شار کونه است. این شار کونه را مثل خانه کرایی واری ما پالیدم. بگم پیدا نشد. نقیب جان، نقیب مثلا که او زمان گم شد، بله. دیگه هیچ کس امرایشان نبود و تنها بود. تنها بودن. و بجز از نقیب کی هستند دیگه در فرزندایتان مثلا؟ از پشت نقیب یک دختر بوده. بله. باز از پشت دختر دیگه دختر بود. باز این بچه شده بود دو ماه. عتیق جان. بله. مادر جان، او خون نقیب خرد بود، 7 ساله بود که بله. گم شده بود. بدون شک حالی که کلان شده باشه، کمک چهره شاید تغییر کرده باشه. اینطور کدام نشانی در دستش یا کدام چیزی که شما اگر مثلا نقیب حال ببینین بشناسینش وجود داشته؟ کدام نشانی در بدنش که از روی زو بشناسینش؟ نشانی نداشته. نه کدام خال داشت، نه چیز نداشت. دیگه چیره از این بچه هارم نداره. او دیگه چیره بودم. اولادای متاق بود. بسیار مقبول بوده. و نام پدر نقیب جان چی است؟ حبیب الله است. حبیب الله است. بله. اگر نام بچه کاکا و ماماش هم شریک بسازی، اگر کسایی بشناسن ببینن بله. امیل از میشه که از طریق هم کمک بکنن. بله بسن. ماماش از جان آقا. اونمو دیگه قوم خواهی نام بچهش؟ بچه ماماش؟ نه بچه ماماش خوب وقت نبوده. بله. و مادر جان
آیا او وقت همراه کسی مشکلی نداشتین؟ مشکل فامیلی یا کدام دشمنی یا چیزی؟ دشمنی نداشتیم. ما خود ما در من پیش بلاک 26 نامبایی داره شوهرم. در کجا زندگی میکردین او وقت؟ مکرویان. وقت همون وقت همونجا بود. آلا مکرویان هستین. بله تا نوزا مکرویان زندگی مکرویان هستین. بله. بله. و در 18 سال هیچ خبری از نقیب جان نشنیدید؟ هیچ. هیچ کسی براتان هیچ چیزی نگفت؟ نیچ. که مثلا نقیبه در فلان جای دیدن ندیدن؟ نیچ نگفت کسی. خب مادر جان اگر احیانا مثلا کسی بیای بر شما بگه که مثلا اینی بچه تان است، شما چی رقم رو خود شناختین؟ به خاطر میگین که هیچ نشانی مثلا نداشته یا کلام گپی که از روی زوب بشناسین بچه تانه؟ به خاطر وقت بسیار خرد بوده. بله، و حال قطعا که سنش زیادتر شده. بله خون دیگر نشانی خود نداشتن و دیگر گلاس چای اینی سه سوخته بوده. خب لکه سفید کماری داشت. دیگر کال جوان شد که لکهش موند یا نموند. بله. بسیار خیره لکه داشته مثل پایش. از نقیب جان تنها همی عکسش هست؟ بله بیشتان؟ بله فقط یک عکس مانده؟ عکس های زیاد بوده چی تیت شد دیگه. عکس هایش تیت شد پس برای ما کس ناورده. فقط هم یک عکس باقی مانده؟ یک عکس ها. بسیار خوب. هموطنهای ما، کسایی که در افغانستان زندگی میکنین، در ولایت های مختلف برنامه را اگر میبینین و یا اگر دوباره بازپخش برنامه را در صفحه خودتان دیدین، در صفحه بامداد دیدین، از طریق فیسبوک ما این قسمت برنامه را با شما شریک میسازیم، میتونین که شما هم با ما همکاری داشته باشین. عکسی که این خانواده با ما شریک ساختن، عکس پسرشان نقیب الله را ما میگذاریم در لابلای صحبت تای ما. شما میتونین اگر خبری دارین، اگر احیانا سالهای گذشته نقیب جان جایی دیدین، میتونین که بر ما احوال بتین. همین که با یکی از همکارای ما در تلویزیون طلوع بتونین تماس بگیرین، یا همین که بتونین از طریق فیسبوک یا ایمیل آدرس بامداد bamdad@tulu.tv با ما در تماس باشین، همکاری خیلی بزرگی خواهد با ما کردین. بله، بزرگترین خدمتی است که امی قسمت برنامه را با دوستان شریک بسازین و میتونین که یک کمک بسا بزرگی برای این فامیلی بکنین که مدت 18 سال است چشم برای نقیب است، نقیبی که در او زمان 7 ساله بود. و میخوایم که پیام بانو عادله را هم بشنیم و از ایتی قلا جانم میخوایم که پیام گفتنی تان هم بشنیم که چی پیام دارین برای کسای کمیل از بیرندی بخش ما هستن. چی پیام دارم؟ که بچه ایم پیدا شده، هم خوش میشم، تشکری میکنم ازشان. پیام ما اینه میسته. بسیار تشکر. عتیق جان، خودت خواستت چی هست از کسای کمیل از بیننده هستن؟ خواستم ایست که امام کمک کنه که برادرم که گم شده. بسیار با دیر وقت ما ببینیم چه خوش میشیم ازشان و دیگر دیگه گفتگی نداریم ما برش. بله. تشکر، بسیار زیاد خوش آمدین. انشاءالله که هموطنهای ما بتونن که با ما همکاری داشته باشن و 100% که همکاری شما برای ما بسیار مهم هست. میتونین پیام بگذارین و اگر احیانا خبری دارین از نقیب الله با ما حتما شریک بسازین. حتی یک کلمه و یک خبر بسیار کوچک هم میتونه که یک سرنخ بسیار بزرگ بر ما و بر خانواده نقیب الله باشه. بله، و تشکر هم میکنیم از هموطنهای بسیار خوب ما که در این بخش ما را کمک میکنن. از کشورهای مختلف بر ما پیام میگذارن و زمانی که ما یک گم شده را اینجا مادرش و اعضای فامیلش را دعوت میکنیم، باز با بسیار تلاش اونا هم تلاش میکنن که بتانن کمک بکنن فامیلی که درد دیده، فامیلی که منتظر بچه خود، اولاد خود هستن. بسیار زیاد تشکر میکنیم از همیتان و امیدوار هستم که این بخش ما را هم شریک بسازین با دوستایتان. حال هم وقفه میکنیم.